به نام خداوند بخشاینده و مهربان و با تقدیم سلام به یکی دیگر از ویدیوهای این چینل خوش آمدید لطفا تا پایان این ویدیو ما را همراهی نمایید در ابتدا خبری از بی بی سی داری روایت های زد نقیز در مورد کشته شدن فردین امینی خبرنگار و مجری تلویزیون آریانا در حالی که سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان به نقل از شاهدان از احتمال خودکشی این خبرنگار با سنگ نوکتیز در شهرک منشی میرغلام در شمال کابل خبر میدهد با حیات همکار آقای امینی در تلویزیون آریانا در گفتگو با بی بی سی قتل او را مرموز خوانده و خواستار تحقیق و روشن شدن قضیه شد یک ویدئو در شبکه های اجتماعی نشر شده که فردین امینی را در حال که گلو و صورتش خونین است با پای برهنه در میان مردم و پلیس نشان میدهد و افراد پلیس او را میکشانند با ایسایات میگوید که فردین امینی حدود در روز پیش نیز در هنگام اجرای برنامه را ترک کرد و به خانه رفت و در مرخصی بیماری بود با گفته او فردین امینی روز گذشته در تماس تلفنی با دفتر تلویزیون آریانا خواست که به کار خود برگردد آقای حیات تاکید دارد که فردین امینی از لحاظ روحی در وضعیت خوبی بود و شکایت نداشت طارق آریان سخنگوی وزارت امور داخله در تویتر در مورد چگونگی مرگ فردین امینی نوشته که بر اساس معلومات اولیه و به گفته مردم همان منطقه وای در تلفن صحبت میکرد و از واسطه خود پایین شد و به طرف کودوید و توسط سنگ نوکتیز گردن خود را برید که شواهد موجود می باشد. محافظین شهرک تلاش می کنند مانی خودکشی وای شوند موصوف را به شفاخانه انتقال دادن و در شفاخانه امرجنسی فوت نمود و افزوده که این قضیه به گناه همه بررسی می گردد. امینی 27 سال داشت و قبل نیز گوینده و موجی خبر در تلویزیون خصوصی یک بود در بیش از یک ماه اخیر سه خبرنگار اوان کشته شدند فردین امینی هشتمین خبرنگار است که در یک سال گذشته کشته می شود همچنین نصیر فیاض در صفحه رسمی فیسبوکش چنین نگاشته است واقعا باورش سخت است و دردش جانگداست از دست دادن همکار ما امینی صاحب را پیش قضاوتی نمی کنیم و منتظر هستیم تا حداقل جزئیات آن روشن شود اما سوالات زیادی است که باید بدان پاسخ داده شود وزارت داخله قتل وی را خودکشی خوانده است اما چطور ممکن است یک آدم عاقل و سعتمند تلاش کند آن هم با یک سنگ در دامنه کو گردن خود را ببرد تا آنجا به موترش رفته بود منظم بود و به گفته خانوادهش هیچ کدام مشکل خانوادگی و خصومت شخصی هم با کسی نداشت به هر حال منتظر پاسخ قناعت بخش و جزیات قضیه هستم رفتنت سخت اندوهگی ما ساخت رفیق و خداوند بیا این تسلیت گفتن ها را در وادی گرگایی که ما برای زنده ماندن در آن نفس میکشیم پایانه نیست همچنین در خبر دیگر همچنان مرکز خبرنگاران افغانستان پلیس درباره مرگ مشکوک فردین امینی تحقیق کند. هشت صبح کابل مرکز خبرنگار افغانستان از پلیس کابل خواسته است که درباره مرگ مشکوک فردین امینی گوینده برنامه های سیاسی تلویزیون آریانا نیوز تحقیق کند. فردین امینی صبح امروز در حادثه جان باخت. پلیس کابل اعلام کرد که بر اساس یافته های ابتدایی فردین امینی گوینده تلویزیون آریانا نیوز خودکشی کرده است. فردوس فرامرد سخنگوی پلیس کابل گفته است که فردین امینی به شهرک منشی میرغلام رفته بود و پس از دریافت یک تماس تلفنی دست به خودکشی زده است این رویداد ساعت دهی پیش از چاش روز جمعه 21 قوس رخ داده است شهرک منشی میرغلام در ناحیه 17 شهر کابل موقعیت دارد سخنگوی پلیس کابل افزوده است که پس از این تماس تلفنی فردین از موترش پایین شده و به طرف کو دویده است و سپس با سنگ نوکتیز گردنش را بریده است فرامرد میگوید که شواهد این قضیه موجود است مرکز خبرنگاران افغانستان به نقل از شریف حسنیار رئیس شبکه آریانا نیوز آورده است که پلیس از خودکشی امینی سخن گفته است اما خانواده این خبرنگار می گوید که او به قتل رسیده است احمد قریشی رئیس اجرایی مرکز خبرنگاران افغانستان گفته است ویدیوی دلخراش از آقای امینی در حالی که خون آلود است و توسط شماری از مردم به شفاخانه انتقال داده می شود در شبکه های اجتماعی نشر شده است این ویدیو سند بر تعیید خودکشی نیست و پلیس باید به با شکل جدی و شفاف این رویداد مشکوک را بررسی و نتیجه تحقیق آن را هر چه زودتر اعلام کند یک ویدیوی خونالیوت از فردین امینی در شبکه های اجتماعی به نشر رسیده است که شماره در تلاش رساندن و به شفاخانه هستند پلیس کابل نیز گفته است که این رویداد را بررسی می کند مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که این رویداد در حال رخ داده است که روز پیشتر ملاله میوند مجری تلویزیون نکاس و رانندش تاهر خان از سوی افراد مسلح در شهر جلال آباد مرکز ننگرهار کشته شدند یک ماه پیش الیازدایی خبرنگار رادیو آزادی بر اثر انفجار یک ماین مغناطیسی که بر موتر حاملش نصب شده بود در لشکرگاه جان باخت وزارت امور داخله از بازداشت عاملان این دو قتل خبرنگار خبر داده است دوستان عزیز ما منتظر انتقادات و پیشنهادات سالم شما جهت بهتر شدن محتویات بدین این چینل می باشیم لطفا نظریات نیک مثبت و خوبتان را برای ما در کمنت بنویسید تا در آینده ما بتوانیم برای ویدیوهای های خوبتر بهتر و جالبتر را آماده سازیم سپاس از اینکه با ما بودید تا ویدیوی دیگر الله یار و مددگار همه تان باد